سلام میکنیم خدمت همه شما همراهان گرامی. با مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1397 از نوه زندان نوه اعدام در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. صبح روز شنبه 25 اسفند ماه یک زندانی در محوطه زندان شیروان به دار آویخته شد. این زندانی به نام سلمان آذرپناه که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود از سال 92 در زندان محبوس بود. همچنین سحرگاه روز شنبه 25 اسفند ماه یک زندانی به نام عنایت الله توتازهی 25 ساله به اتهام قتل در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. اطلاعات سپاه اهواز روز یک شنبه 26 اسفند ماه یک شهروند عرب اهل سنت به نام حبیب سواری را در شهر اهواز بازداشت کرد. حبیب سواری یک ماهی فروش متأهل و دارای 3 فرزند می باشد. یک فعال مدنی به نام آرشام رضایی که در دیماه 97 بازداشت شده بود روز شنبه 25 اسفند ماه به 8.5 سال زندان محکوم شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و توهین به خامنه ای عنوان شده است. خانم فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، پیامی به مناسبت نوروز به هموطنان فرستاد. وی در این پیام گفت: درود بر تمامی ملت ایران. سال جدید را به همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که در این سال جدید شاهد آزادی تمامی زندانیان عقیدتی، سیاسی، کارگران شریف، معلمان عزیز، فعالان حقوق بشری و تمام کسانی که به خاطر عقایدشان در زندان اسیرند باشیم. سالی که صلح، برابری و آزادی بر کشورمان حکم فرما شود. با تشکر از همراهی شما اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.